به ماتریکس باور دارین؟ ماهیت ماتریکس چی است و چگونه از آن فرار کنیم؟ وقتی صحبت از ماتریکس میشه، معمولاً دو گروه از افراد را مخاطب قرار میدیم. اول، کسایی که به ماتریکس بیرونی باور دارن و دوم، کسایی که به ماتریکس درونی انسان باور دارن. اونسه از اشخاصی که به ماتریکس بیرونی باور دارن، همه دنیای اطراف ما را دنیای مجازی و غیر واقعی فکر میکنن. با باور ای اشخاص، دنیای ما یک دنیای هولوگرامی و کمپیوتری است که توسط برنامه نویسای بسیار پیشرفته کد نویسی شده. بازی جی تی ای را به یاد دارین؟ شماهایی که بازی جی تی ای را بازی کرده باشین، حتما به یاد دارین که شما کنترل کامل یک کرکتر را در گیم جی تی ای در اختیار می گرفتین و از 0 تا 100 زندگی از او را خودتان تعیین می کردین. ای که امو کاراکتر جی تی ای چه وقت از خواب بلند شوه، چه وقت غذا بخوره، چه وقت تفریح کنه و حتی چه وقت بمیره کامل در اختیار شما بود. حتی اگر یادتان باشه، شما همیشه در یک محدوده مشخصی از یک نقشه قرار داشتین و هرگز حق و اجازه از این را نداشتین تا از محدوده‌ای که جی تی ای برای شما تعیین کرده خارج شوین. حتی گاهی وقتا توسط تیاره و وسیله های دیگه اگر میخواستین از این نقشه بیرون شوین، توسط گیم یا نابود میشدین یا پس دوباره به نقطه اول باز میگشتین. حالا تصور کنید که ما انسان ها هم در واقعیت شامل یک برنامه کمپیوتری بسیار بسیار بزرگتر نسبت به جی تی ای باشیم و ما هم در واقعیت یک کاراکتر در یک برنامه کمپیوتری بسیار عظیمی هستیم که توسط کد نویسای ماهر برنامه نویسی شده. ای به این معناست که تمام اختیار ما از 0 تا 100 به شکل ناخودآگاه در دست کسایی است که ما را برنامه نویسی کردن و توسط چیپ های بسیار کوچکی که در مغز ما جاسازی شده ما را کنترل می کنن. کسانی که فیلم The Matrix با بازیگری فوق‌العاده کیانو ریونز را دیده باشن می فهمن که منظور ما چی است. قسمی که ما در این فیلم دیدیم، شخصیت نئو با بازیگری کیانو ریونز در واقعیت شخصی بود که متوجه میشد در یک دنیای مجازی زندگی میکنه و موفق به فرار از دنیای ماتریکس میشه. قسمی که ما در این فیلم دیدیم، هوش مصنوعی به اندازه‌ای رشد کرده بود که از همه انسان‌های دنیا من حیث برده استفاده می‌کرد و همه انسان‌های دنیا ناخودآگاه داشتن برای یک سیستم بسیار بزرگ کامپیوتری کار می‌کردند. واقعا خیلی سخت است که ما این مسئله را باور کنیم که هیچ کدام ماها واقعی نیستیم یا حداقل دنیایی که در او زندگی می‌کنیم یک دنیای برنامه‌نویسی شده باشه، یعنی هیچ چیزی واقعی نباشه. به همون خاطر از مفهوم ماتریکس بیرونی کاملا میگذاریم و میریم به مفهوم دوم ماتریکس که ماتریکس درونی انسان است. مبحث ماتریکس درونی با مبحث ماتریکس بیرونی کاملا متفاوت است. ماتریکس درونی انسان در واقعیت از یک هرم بسیار جالب بحث میکنه. سیستم هرم طوری کار میکنه که فرض مثال اشخاص بالای هرم نظر به ضرورت جامعه، فابریکه ها، شفاخانه ها، مکاتب و سازمان های دیگر را تشکیل میدن و هر کس نظر به شوق، علاقه و استعداد خود در یک از این سازمان ها کار میکنن. بدون شک اشخاصی که توانایی و استعداد بیشتری دارند مقدار پول بیشتری دریافت میکنند و او اشخاصی که توانایی کمتر دارند پول و امتیازات کمتری را دریافت میکنند. به عبارت دیگر سیستم هرم قسمی کار میکنه که همیشه پول از طرف بالا به شکل بسیار منظم به طرف پایین هرم انتقال پیدا میکنه. اما چیز بسیار جالب ای است که همیشه همه پولی که به طرف پایین آمده به شکل بسیار ماهرانه و سیستماتیک دوباره به قسمت اولی هرم دور میخوره و میچرخه. اما چطور؟ فرض مثال شما 3 سال زحمت میکشین، پول پس انداز میکنین و از خرچ و خوراک و پوشاک و نیازهای اصلیتان میگذارین تا بتانین یک مقدار پول براتان پس انداز کنین.
اما بعد میرین همه پول پسنداز شده خود را، آیفون، لباس های شیک کالوین کلین، شانل، عطرهای داویدوف یا موتورهای لوکس بنزو، لامبورگینی و آودی و دیگر چیزهای شیک می خرین. حالا اگر کمی با دقت به این موضوع ببینیم، موضوع اصلی این نیست که ما چی می خریم و از پسنداز خود چه قسم استفاده می کنیم. موضوع قابل تأمل و مهم ای است که صاحب همه برندهای شیکی که ما علاقه خریدن از آن داریم در واقعیت اشخاص بالای هرم هستند. ای به این معناست که ما هر قدر پول پسنداز کنیم و هر قدر پول به دست بیاریم، باز دوباره به منبع اصلیش که هرم بالاست به شکل بسیار ماهرانه و سیستماتیک چرخش میکنه و پول و منابع همیشه در اختیار اشخاصی باقی میمانه که در قسمت‌های بالایی هرم موقعیت دارند. در واقعیت این اشخاص بالای هرم هستند که به ما تلقین میکنن موفقیت یعنی چی، زیبایی یعنی چی، مود یعنی چی، و با روش‌های خیلی سیستماتیک و ماهرانه ما را وادار میسازن تا به شکل ناخودآگاه برای برندهایشان تبلیغ کنیم. میگین چطور؟ خب یک مثال بسیار ساده براتون میتونم تا این موضوع واضح شود. فرض مثال، اشخاص بالای هرم تجارت مد و زیبایی دارند و با استفاده از مدل‌ها، آوازخوان‌ها، هنرپیشه‌ها و دیگر اشخاص مشهور و سلبریتی و تأثیرگذار به مخاطبای خود یاد می‌دهند که فلان لباس برند مد است، پوشیدن ساعت رولکس نشانه شیک بودن است، داشتن لب‌های بزرگ و قسمت‌های از اندام‌های بزرگ نشانه زیبایی است و خیلی خیلی چیزهای دیگر. در این میان افرادی هم وجود دارند که به تقلید از هنرمندا و اشخاص سلبریتی شروع می‌کنند به انجام عملیات‌های مختلف جراحی زیبایی و پوشیدن همین لباس‌های برند و بعداً با پوست کردن عکس‌های مختلف در صفحات اجتماعی به فخر فروشی و خودنمایی می‌پردازند تا با این کار ذهن مردم دیگر را درگیر کنند و دیگران را نسبت به خود پایین‌تر جلوه بدهند. متأسفانه به دلیل سیستم رقابتی و چشم و همچشمی که در جامعه حاکم شده که باز هم از طرف اشخاص بالای هرم کنترل میشه، اشخاص دیگری که در صفحات اجتماعی میبینند که یکی از دوستایشان یا کسی که همراهشان در ارتباط هستند یک لباس برند، یک عطر داویدوف یا هم یک موتر بسیار لوکس داره، یا هم تلاش میکنند تا عین چیز را داشته باشند. اینجاست که مردم جامعه به شکل ناخودآگاه و خیلی سیستماتیک برای تجارت افراد بالای هرم تبلیغات رایگان انجام میدن. در این میان هیچ کسی فایده نمیکنه بجز اشخاص بالای هرم. چرا؟ چون تمام کلینیک‌های جراحی زیبایی، همه برندهای مشهور لباس و کمپانی‌های موترسازی برند دنیا در واقعیت مربوط اشخاصی میشن که در قسمت بالای هرم موقعیت دارن و این اشخاص پایین هرم هستن که به شکل اتومات، سیستماتیک و کاملا رایگان برای برندهای بزرگ دنیا تبلیغ میکنن. حالا اگر از یک زاویه دیگر به این هرم توجه کنیم، میبینیم که تنها چرخی اقتصادی دنیا در دست اشخاص بالای هرم نیست، بلکه همه اطلاعات دنیا هم در دست اشخاص بالای هرم است. تا حالا به این موضوع فکر کردین که چرا شبکه‌های خبررسانی بزرگ دنیا همیشه به طور رایگان بروزترین اخبار دنیا را بر ما پخش میکنند و هیچ وقتی هم هیچ تبلیغاتی را قبول نمیکنند؟ جواب خیلی واضح است، چون اشخاص بالای هرم میدانند که با استفاده از نشر اخبار میتوانند احساسات و افکار اشخاص پایین هرم را کنترل کنند و به دست خود بگیرند. به این شکل راحت‌تر به اهداف خود میرسند. اگر کنترل احساسات و افکار ما به دست اشخاص بالای هرم باشه،
این اشخاص هستند که تعیین میکنن تعریف موفقیت چی باشه، زیبایی یعنی چی، مد چی را میگن، و ما هستیم که به شکل یک برده وارد یک سیستم میشیم که برای اشخاص بالای جامعه تبلیغ میکنیم. اگر احساسات و افکار ما در دست اشخاص بالای هرم باشه و این اشخاص به راحتی بتانن افکار ما را کنترل کنن و احساسات ما را خدشه‌دار بسازن، بسیار براحتی میتونن تعریفایی که خودشان از موفقیت، مد و زیبایی دارن را به ذهن افراد پایین جامعه تزریق کنن. به این شکل تجارتهایشان بهتر پیش میره و این اشخاص پایین هرم هستن که به شکل ناخودآگاه برای برندهای کمپانی بزرگ تبلیغ میکنن. حالا بیاین این موضوع را دوباره از سر یک مرور میکنیم. انسان ها یک روزی به دنیا می آیند، سپس طرف مکتب میرن، طرف پوهنتون میرن، ازدواج میکنن، شاغل میشن، کارهای دیگر انجام میتن و در نهایت میمیرن. همه عمر خود از صفر تا صد به خاطر از اینکه زندگی کنن و با بقای خود ادامه بدن مجبور میشن وارد یک سیستمی از جامعه شون که هرگز او را به آرامش و رضایت واقعی درونی نمیرسانه. با این چرخه تکراری که از شروع عمر تا وقتی که عمر ما تمام میشه تکرار پشت تکرار انجام میتیم و نسل در نسل ادامه پیدا میکنه، میگیم ماتریکس. بله، ماتریکس چیز دیگه ای نیست. ماتریکس یعنی ما خود را در حصار ذهنی که خود ما برای خود تعیین کردیم قرار بدیم و به خود اجازه ازی را نتیم تا قلمرو ذهنی خود را گسترش بدیم. ماتریکس یعنی از شروع زندگی تا وقتی که عمر داریم من حیث یک برده نوین تکنولوژیکی برای یک سیستم نامحسوس کار کنیم. ماتریکس یعنی آرامش خود را فدای تجملات و فخر فروشی کنیم. در این میان اشخاصی مثل اندرو تیت با نظریه ها و تیوری هایی که بیان کرده به ما میگه که امکان فرار کردن و خارج شدن از دنیای ماتریکس وجود دارد. اما براستی برای فرار از ماتریکس باید چه کار کنیم؟ فرض مثال یک شخصی را در نظر بگیریم که یک خانه شخصی کوچک داره، یک موتر ساده داره و یک موبایل خیلی ساده و خوبی داره که میتونه همه نیازمندیهایش را رفع بسازه. این شخص یک زندگی نرمال و با آرامشی را پیش میبره تا زمانی که یکی از دوستا یا اقاربش با هزار بدبختی یک آیفون 15 میخره. این شخص مدام در فیسبوک عکسای سلفی روبروی آینه خود را به همه نشان میده تا همه بفهمند که آیفون 15 خریده. حالا اگر این شخص دوم تحت تاثیر این حرکت خودنمایانه شخص دیگر قرار بگیره و ایم با هزار وام و قرض و بدبختی یک آیفون 15 بگیره تا از دیگرها خود کمتر احساس نکنه، یعنی که در حصار ماتریکس قرار گرفته. بله، قدم اول فرار از ماتریکس دور شدن از تجملات و زندگی کردن به خاطر خود است، نه به خاطر قضاوت دیگران. هدف ما به هیچ عنوان این نیست که براتون بگویم یک زندگی فقیرانه داشته باشین. نه، زندگی خیلی خوب داشته باشین، هر چیزی که دوست دارین را بخرین، هر جایی که دوست دارین سفر کنین و بهترین غذاها را بخورین. هدف ما ای است که تابع آرامش باشین، نه برده تجملات دنیایی. مثلا اگر ایلن ماسک هزار تا آیفون داشته باشه، موترهای لامبورگینی، بوگاتی و بالاترین موترهای اسپورت دنیا را بخره، خیلی مسئله مهم و عجیب و غریب نیست، چون هم پولش را داره و هم برای چیز خیلی خاص و مهمی نیست که در فیسبوک همراهش خود نمایی کنه. اما اگر تویی که درآمد چند ماهیت برای خریدن یک آیفون مصرف میکنی تا از دیگرها کمتر نباشی، یعنی که درگیر ماتریکس ذهنی شدی. یعنی همیشه خوب بخورین، خوب بپوشین، خوب بگردین، اما برای آرامش و رضایت خودتان، نه برای نشان دادن به مردم. اگر بخوایم که بحث ماتریکس خلاصه کنیم، میتونیم بگوییم که درست است، شما از دیدگاه جغرافیایی آزاد هستین، میتونین هر جایی که خواستین کار کنین، هر جا خواستین برین و هر چیزی که خواستین را انجام بدین.
اما واقعیتی است که شما درگیر ماتریکس ذهنی شدین و هر چیزی را که اشخاص بالای هرم تصمیم بگیرن انجام میدین. همون قسمی که در فیلم ماتریکس نئو متوجه میشه که یک چیزی اشتباه است و نباید به این شکل باشه و با تلاش‌های متعدد خودش میتونه تا از ماتریکس بیرون شوه و متوجه واقعیت ماتریکس میشه و سپس وقتی دوباره به ماتریکس وارد میشه با قابلیت بیشتری وارد شده و خیلی چیزهای دیگر را تغییر میده. بله، یگانه راه نجات از ماتریکس ذهنی و درونی انسان ای است که خود را از قضاوت مردم و بیرون دور نگه دارین و فقط به خاطر آرامش و آسایش خودتان زندگی کنین، نه به خاطر قضاوت و خودنمایی مردم. این دقیقا همون چیزی است که اندرو تیت درباره از سخن می گفت. حالا از شما می پرسم، به نظر شما اگر ما هم وارد سیستم ماتریکس هرمی که براتون تشریح کردم شده باشیم، راه نجات از این هرم چیست؟ خوشحال میشم که نظریاتتان را در کامنت زیر همین ویدیو با من شریک بسازین. تا درود دیگر، بدرود.